ببین این پشت دارم بگیر خیلی بلند شد. من بردارم. من خودم برمیدم. جانم سلام. بفرمایید. همون طرحش خوبه. آره. مشتری دارم. آره آره مرسی. دست درد نکنه. خداحافظ. سعید جون جانم اینو برش دار دست درد نکنه خوبه. کاری نکردم که. نه نه خوبه. همین که اومدم پیشه تاره زحمت رو کنم دست درد نکنه. اینم باشه. باوی نداشت. فرمه دارم. خیلی ممنون. با اجازه. خوش آفرین. مهم نیست یه قصه از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. مهم نیست قصه رو که میگن باور کنید یا نکنید. مهم اینه که وقتی دور از قیل و قال روزمره زندگی یه گوشه میشینید و به خودتون خلوت میکنید وجدانتون آسوده باشه. آقا ببخشید شما نفر آخر هستید؟ نه داداش من توی صف نیستم راحتش. دست طلا شته گوشه جونت سیه التماس دعا محتاج دایی علیار کجا حمید یه دقیقه بیا گفتم ده یازده بیار که آخر پختمون باشه اشکالی نداره منتظر میمونم عباس آقا بکر عباس آقا Thank you.
بفرمایید. تشکر. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. متشکرم. خب میشه بلند شین ایشون بشینه. ایشون سن شما بالاتر. من بلند شم. بله بله. اجازه بدیم ببخشید. شما بلند شید. شما بلند شید. بیا عمو جان. بیا. عمو جان. بی زحمت تای صف وای صاحب بگو دیگه کسی تو صف وار هست. آخرت هم. خب نوبت کیه؟ همین مونده. دیگه کسی تو صف وار هست. بفرمایید. الو. نه الان اومدم بیرون. کجایی تو خونه ای؟ همین نزدیک هم بابا. تا یه روب دیگه میرسم. موبایل مال کیه؟ دزدیدیش؟ نه بابا دزدیش چیه؟ مال یه آقای محترمی بود بهم قرض داد. اصغر خودش خبر داره گوشی دست توه؟ نه الان خودش هم اینجاست. پس بودو برو همین الان پسش بده. باشه با میرم پس میدم بهش دیگه. نه در بس میگیرم که الله خوش. باشه. آقا این موبایل شما آقا دستت درد نکنه قربونت برم. قربون شما من توی این منطقه موبایل زیاد پیدا میکنم. قربونت برم دستت درد نکنه. فقط دو تا اس ام اس داشتی. باش باش دستت درد نکنه. معلم کلاس 4 پتروس رو پایین میزنی خاجبی میکس کنیم بدیم بمون اصلا معلم ورزش بود اردو نمیدونم چه لازم داشت. شاید اینجا بتونی هاشا کنی و منم گول صاف و سادگی تو بخورم. نظرت به خاطر آبروش برگرده سر خونه زندگیش. اما اون دنیا چی؟ جواب خدا رو چی میدی مرد مؤمن؟ پیاز داغش زیاد کردم. میگم به جون مادرم من سرمو نزدم. ده قسم نخور مرد. میدونی اون دنیا وقتی نامه اعمال آدمو میدن دستش آدم نامه رو یه براندازی میکنه بعد میپره رو دیوار هاشا میگه این کارو نکردم این حرفو نزدم فلان و بهمان. اون وقت میدونی چی میشه؟ دست و زبون و پا و گوش آدم به صدا در میان حرف میزنن. همین دستت شهادت میده که زنتو زدی. زبونت میگه قسم دروغ خوردی. بیا بخور بریم. والا غیرتن این دفعه که برگشت خونه حرمتشو بیشتر نگه دار. چشم قول میدم حتما. بعضی وقتا فرصت جبران دیگه نیستا. میدونم حق با شماست قول میدم. حمید جان. جانم. نونی که سوخت دیگه سوخته ها. میدونم عباس با قول میدم. چه جون مادرم قول میدم اشتباه کردم قول میدم این بار بار آخرم باشه اشتباه کردم غلط کردم اصلا دستم بشکن اگه سر زنم بلند شد قول میدم از این طرف موتور هست موتور آوردم موتور چکر عباس همیجا قربونت یواش کن میدونی روزی چند نفر جونشون سر این موتورا میذارن؟ نه ترسین عباس آقا هر موتور سواری که از اون موتور سوار هم میشه مجبور بودیم بیایم اینجا. میرفتیم همون پارک سر کوچه دو تا بستنی میخوردیم دیگه. ای کن بابا سارا اینجا کافی شاپه. الان گفتم اسپرسو بیاریم. اسپرسو؟ آره اسپرسو نتیجه یه سری زحمات ترکیبی که این یارو انجام میده. ترکیب شانساین، ترکیب قهوه است. خیلی شیرینه من خیلی دوست دارم. اصغر آقا. بفرما. باز دزدی کردی؟ دزدی؟ گاز بگی، گاز بگی. یکم اضافه کاری کردم. پول از کجا آوردی؟ سارا ول کن دیگه. یه بار اومدیم دوتایی با هم زندگی کنیم. بابام با یه وکیل مشورت کرده. وکیل واسه چی؟ برای طلاق دیگه.
داره میفته. سلام خانم مهندس. بله بله پیداش کردم، ولی باز صبر کنم تنها بشه. چشم چشم، قول میدم قبل از ظهر خدمت برسیم. صد بار گفتم، صد بار دیگه هم بهت میگم، تا من نخوام هیچ کس نمیتونه هیچ غلطی بکنه، حتی بلا نسبت اون بابات. وکیله گفته چون تو سوء سابقه داری، اگه من بگم خبر نداشتم دادگاه حکم میده. این دروغ بگی دیگه. آره برای همین گفتم بیا اینجا. بابام گیر دادی که یک کلمه بگم خبر نداشتم. و چرا یه کار درست حسابی پیدا نمی کنی که دهن همه بسته شه؟ از خرانه یک ساله داری این پا اون پا می کنی. فکر می کنی پشیمون شدم؟ این شیرینیه یه کاره، بفرمایید. چه کاری؟ فعلا نمیتونم بگم. می دونی که تا نگی چه کاریه نمی خورم. همینه که آدم مجبور میکنه به دروغ بگه. تو من دروغ نمیگی. ای بابا سارا، یه کاسبیه دیگه، اونش حلال حلاله. بدک نیست، بهت قول میدم. به بابام چی بگم؟ به بابات بگو که ما نهایتاً تو دو سه ماه دیگه عروسی میکنیم، میفتن اون مقدماتی جام جهانی، یا میذاریم بعد فینال کرد و طرف نتیجه بگیم. عروسی ما چه ربطی به فینال و جام جهانی داره؟ ببین از خواهی چه جدی نمیگیری؟ سارا گیر نده دیگه، به جون تو یه فکرهایی کردم که نه دزدیه نه چیزهای دیگه، یه کاسبی که خیلی هم سرمایه نمیخواد. وقتی زیاد سرمایه نخواد یعنی درآمدش هم زیاد. باشه باشه بله. چی شد؟ اسپرسومونو خوردیم دیگه، دفعه بعدم میایم اینجا یه چیز دیگه میخوریم. بازم ناراحت شدی؟ نه این گریه بعد خوشحالیه. آقا جان همینجوری سر و کلت یه دفعه پیدا نشه. بابا این زن ما رو شما حساسه. اصغر جون من اگه کار واجبی نداشتم که دو روز زاخسیای خانمو تو چوب نمیزدم تا تو سر و کلت پیدا شه. شاهین جون من دیگه نیستم، دیگه نیستم، دیگه نیستم، توبه کردم. که فرمودین توبه کردین؟ اصغر جون من و تو گرگ نیستیم، ولی توبمون مرگه. این یک. دومندش تو اصلا بپرس من چی کار باید دارم، بعد بگو نمیام. اگه در رابطه با اینی میگی که از کافی شاپ برداشتم، این ربطی به کارم نداره. من هر جا که میرم به خاطر اینکه یاد و خاطر اون روز با هم باشه یه چیزی برمیدارم. خیلی خب بابا توجیه نکن. از شانس آوردیم دستشویی شلنگی شدم، وگرنه توالت و دستشویی و همه چیزو با هم. بیا یه دونه مال من، یه دونه مال تو. به خاطر اینکه یاد و خاطره امروز هم هم روی تو هم باشه. صادرات جنس میفرسه اون برای آب، پول میره تو مملکت. تا 5-6 سال پیش کار بساز بفروش میکرد، بعدش که تراکم نفروختن با شوهر سابقش زد توی بزنس توپ توپ. ولی نسبت به سابق کلاست رفته بالا. نگران نباش من تکخور نیستم، کلاس تو رو میبرم بالا. چقدر دکمه؟ یه بد نیست این دست حالی میبینی؟ بگه این دست حالی میبینی؟ بگه این دست حالی میبینی؟ نمیدونم، شاید
از من خواسته یه آدم مطمئن پیدا کنم که گاف صندوقش رو واسش باز کنه. همین. اصغر جان بفرم. بفرم. باز میشه؟ آره خانم، من گنده تر از اینا رو باز کردم. فقط یکم وقت میبره. فکر میکنی چقدر طول بکشه؟ خانم تا معاینش نکردم که نمیتونم تشخیص بدم. ولی الان تنها تشخیصی که میتونم بدم اینه که قفل شده، بازم نمیشه. اجازه میدی؟ بله. بفرمایید. ده دقیقه خوبه؟ فکر نمی کنی یکم زیادیه؟ شما اگه زودتر میتونی بفرمی؟ بفرمی شما بازش. رد کن بیاد. چیو؟ کلیدی که تو کیفم برداشتی. آهان تو کیف بود، من فکرم افتاده زمین، مال کسیه، بفرمی. برو کنار، برو کنار. میونم با دل دوزا اصلا خوب نیست، مخصوصا با پرروهاشون. من از تو خواستم متخصص بیاری، نه یه جیب بره آسمون جل. ببخش. سه سوته بازش میکنم خانم. تو سه روزه بازش کن. خیلی من راحتم، همون سه سوته بازش میکنم. این مسخره بازی ها چیه؟ من که نخواستم بیام آقا جون، تو منم آوردی به زور. خیلی خوب، حالا که اومدی جون مادرت منو ضایع هم نکن. شروع کن دیگه. خب برو بیرون، میخوام تنها کار کنم. کارتو بکن اصغر. آقا جون من میخوام تمرکز کنم، برو بیرون. دست به چیزی نزنی. به چی؟ برو بیرون. خیلی قدوی دنده است. در عوض کارش بی نقصه. بهتر از این پیدا نمی کنیم. حالا میبینیم. بله بفرمایید. نه خیر، تشریف ندارم. چی؟ کجا؟ یا صاحب صبر، بیمارستان برای باید به تو اعتماد میکردم شاهین. این بچه این کاره نیست، داره وقت تلف میکنه. خانم مهندس، خانم مهندس، وقت تموم شد. گفتم که سه سوته بازش میکنم. ولی نتونستی. شما اگه اون دوربینتون رو یه مقداری رو من سبرلمی کردین، میدیدی که من بازش کردم. هی میره این ورم بر باز خودش. براو، نگفتم خانم، نگفتم کارش حرف نداره. خوب بود. خواهش میکنم.
میشه 100,000 تومان. باشه. بفرمایید. فقط یه گاف صندوق دیگه هست. بتونی بازش کنی؟ 1,000,000 پیش من دست خوش داری. چشم. یه کرایه وانت خرجش کنی بیارینش اینجا. من همین 100 تومان میخوام. 900 تومان بقیه‌ش هم بدیم به شاهین. یه موقع لازم داشته باشه. اگه میتونستیم بیاریمش اینجا که خودمون بلد بودیم چیکار کنیم. بامزه. به خانم نگفتی من دیگه ترک کردم. دیگه گذاشتم کنار از کنارم هر نمیدارم. خانم من دیگه دزدی نمی کنم. دیوونه شو، خر نشو، حرف 1,000,000 تومان پوله. آقا جون، وقتی بابت یه گاو صندوق میخواد 1,000,000 تومان بده، حتما تو این قضیه 100,000,000 خوابیده. من که خر نیستم شاهین جون. خب تو که مسئله دستمزدت بود، پس چرا همون بالا نگفتی؟ اصلا دستمزد نیست که. من دیگه حال و حوصله دزدی و نقشه کشیدن و این کارا ندارم. آقا شاهین، من به خانمم قول دادم. حالا میبینیم من با این 100,000 تومان یه کار کاسبی راه میندازم که زندگی آینده رو میسازم. کاسبی؟ اونم با 100,000 تومان؟ از خواهد جون مادرت نزن. دیوونه شدی؟ خب خودت پرسیدی چه کاسبی. خب خب که خب میخوام بذارم تو کار ترقه. هم که دیدی و شنیدی. یعنی تو بذار ببینم، یعنی تو با این همه تخصصت میخوای ترقه بازی کنی؟ با 100,000 تومان میشه 4 کیلو از اون موادش خرید. یه مقداری هم شنوماسه میخواد که تو کوچه خیامون ریخته فراغونه. یه مقداری هم کاغذ و پلاستیک و یه با چسب. البته یه چیز دیگه هم میخواد. آقا شاهین یکم جرأت هم میخواد. با هر قوطی از اونا میتونی 100 تا از این ترقه ها بسازی. شاید هم بیشتر. هر کدومشون رو میتونی 200 تومن بفروشی. 10 تومنت میشه 20 تومن. 100 تومنت هم میشه 200 تومن. اما یه شرط داره. فقط باید عمده فروشی کنی. واسه ببینم. تو با این همه تخصصت میخوای بری تو کار ترقه؟ اشکالی داره؟ ببین شاهین جون. همه فکر میکنن این چیزها فقط یه شب در سال فروش میره. همه اشتباه میکنن. خانم مهندس 1,000,000 جیرینگی یه شب میداره کف دستت میگی نه؟ اون وقت تو میخوای جونت رو بذاره کف دستت بشه اسقر ترقه؟ شاهین جون آدم اسقر ترقه بشه این بره میله ها خیلی بهتر از اینه که اسقر خوش دست بشه اون بره میله ها. ولکن بابا تو مثل این که امروز حالت خوش نیست. آقا اصلا یه حساب سرانگشتی. آقا آدم حسابی تو اگه میخوای بکشی کنار لااقل یه وقتی این کارو بکن به اندازه کافی پول درآورده باشی که یه بزنس درست حسابی راه بندازی. آدم حسابی حداقلش اینه که من که گذاشتم کنار یا میخوام بذارم کنار. شاهین جون من دیگه نیستم. دور منو خط بکش. جون مادرت بیا آدم شدن رو بذار واسه بعد از این کار. ای بابا این زبون حالش نیست. اصغر جون منم قول میدم بعد از این کار مثل تو آدم شم. آخه عزیز من تو که دوز به دنیا نیومدیم. تصمیمم نداریم که دوز از رونیا بریم که. ببین اصغر جان این یه کارو واسه خانم مهندس انجام میدیم 5-6,000,000 تومان جفتی گیریمون میفته. یه بزنس درست میکنیم آبرومند که هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرتو. چی میگی؟ ایوال قربونت برم. میدونستم. نه نمیشه. چی نمیشه؟ بیا. نوشه چون خودت. پس نمیه دیگه. نه. حالا خب من رفتم. بستگی داره. زهر مار. چی میگی؟ چی میخوای تو؟ ده بگو خلاصم کن. 50-50. 50-50 چی؟ گاف صندوق عتیقشی هرچی بود 50-50. آه یعنی 50% مال تو یه نفری 50% مال ما دو نفری. قاطی نکن. من با یه نفر بیشتر شریک نمیشم. 50% من 50% یا خانم مهندس یا خودت. یا میخوای فقط خانم مهندس تو یه ساله وایسا باش دست ما کار یاد بگیر. برو گام شو. فقط اگه تا فردا پشیمون شدی خبرشو بده. چون شاهین جون اگه تو این شغل جدیدم جاپام صفر شه دیگه واقعا توبه میکنم.
به همین خیال باش. درک کرده آدم قطعیه. آقا شاهین سلام. سلام. چرا دست از سرش بر نمیدارین؟ من؟ نه بابا، من فقط اومده بودم بهش سر بزنم. کجا؟ تو کافی شا؟ کافی شا. خدا ما که توبه کرده بودیم. ببین خودت نخواستی، چه بلایی بود سرم آمد. خدا رو شکر پیوند با موفقیت انجام شد. البته یه چند جلسه فیزیوتراپی احتیاج داره. هفته دیگه هم بیارید ماینش میکنم. البته فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه، اما احتیاط شرط عقله. دستون درد نکنه، نگران نباشین آقای دکتر، من خودم میرمش خدمتتون. این اتاقه، بفرمایید. ممنونم، من مریضم. خواهش میکنم. اینم برگه تصفیه حساب. شاهین جون تو زحمت افتادی. ان شاءالله دفعه بعد این اتفاق برات افتاد جبران میکنم. زبون تو گاز بگیر. من پول خرج تو میکنم. بنداز بالا. باید ممنون خانم مهندس باشی. حالا چقدر شده خرجش؟ مفت. شانس آوردیم که دسته مجانی بود. وگرنه خرجت خیلی بیشتر از این چیزا میشد. چقدر پول گاز استریل دادیم؟ سلام خانم. با این منتظرتم. نمیخواد منتظر باشی. اون با شما نمیاد. میبینم. تو نمیخوای آدم بشی نه؟ چرا یواش یواش کام بشم؟ چرا یه بار برای همیشه نمیذاریش کنار؟ میخوام بکنم این کارو. نمیخوام. میدونی چه مکافاتی کشیدم تا بابا رو راضی کنم تا خوب شدن دستت بهمون مهلت بده؟ میفهمی؟ بیا. میگم بی زحمت بگیر بذار اونجا تموم شده. با تو اما حالا که خدا بهت رحم کرد تو هم بیا به من و خودت رحم کن. ول کن این رفیقای ناباب تو. خیلی خوب باشه. یه خط سرخ میکشم دور رفیقام، یه خط سبزم دور تو و بابات. ولی بهشم قبوله. کل پول بیمارستانم پرداخت میکنی بهشون که من باشم روی حساب شم؟ 14 میلیون تومان هزینه برگردوندن دستم شده. دیپلم که داری؟ نریم بابا 14,000 تومان بگیری یا صفراشو بشمر. هزینه دستی که به خاطر یه کار آبرومندانه ازم گرفتی. بده من اونو. چیه؟ مگه درد میکنه؟ نه، یه موقع میلرزه. خوب میشه. دکتر گفت یه چند جلسه فیزیوتراپی لازم داری. ولش کن،
کاروبار چه خبر؟ بی خیال، فعلا هیچی. خانم مهندس گفته از کار هیچ حرفی نباشه تا حالت کاملا خوب شه. فهمیدی؟ پس ما الان چی کار میکنیم؟ پا میشیم میریم خونه. خونه؟ بزن بریم. بفهم آقا مهندس. با یک آشپزخانه مدرن زندگی بهتری رو تجربه کنید. خوراکی‌هایتان همیشه تازه می‌ماند. غذای شما را در کمترین زمان ممکن آماده می‌سازد. قهوه، چای، ساندویچ. چی میل دارید؟ LCD، DVD و کلی فیلم هالیوودی و بالیوودی و وسترن آمریکایی و ایتالیایی و آگوستی. موبایل. نم دفترچه تلفن. شماره من و خانم مهندس این توه. به اضافه شماره نزدیکترین رستوران، نزدیکترین تاکسی تلفنی و نزدیکترین سوپر. حال کن اسخر جان. تا وقتی که حالت خوب خوب بشه میتونی اینجا بمونی. منم هر روز صبح سر رام یه سر بهت میزنم. فعلا بایزه. باشه. شاهین جان. دستش درد نکنه. اینا چیزای کمی نیست. عوضش چی میخواد از من؟ بی خیال عزیز من. خانم مهندس گفته تا وقتی که حالت خوب و خوب نشده اصلا حرفی از کار نباشه. باشه؟ ولی شاهین. اینم کلید آپارتمان. بله خانم. نه خیر خانم، نذاشتم در مورد کار حرف بزنه. بله بردمش تو آپارتمانش. ممکنه یه دنده باشه خانم، ولی نپز نیست. من بهتون قول میدم که رام رامش کنم. چشم. اینجا موبایل آنتن نمیده نه؟ نه خیلی قربان. چقدر
بعد کار واجب داشتم. بدم اون ورشت آنتن بده. همینجا میشینم میزنم. سلام مخلصا. سلام و درد. بعد کنم از دستت تو جوه من چیکار میکنم؟ اینجا چیکار میکنم؟ چه دیر میاد دیگه، معلوم چی کارا میشه. وضعیتیه تو گرما هم انقدر زیاده. چاره دیگه یه الان بالاخره حالا یه چند دقیقه طول میکشه. چند دقیقه که همیشه خدا دیر میشه. ببخشید قربان، من یکم جلوتر کنار پارک رفع زحمت میکنم. خیلی ممنون. ببخشید قربان، هرچی میگردم پول ندارم. خجالت بکش. کیف خالی پوز عالی. آقای محترم میگم کیفمو زدن. این حرفا دیگه قدیمی شده. اتفاقا اصلا هم قدیمی نیست. همین امروز اتفاق افتاد. دیگه پول نوشی قمپوز در نمیکنی. ماشین در بس کنی. پول داری؟ کیفمو زدن. آفتم. ببین زیادم در بس نبوده. من شیشه‌ای عقب باز گذاشته بودم. به خاطر اینکه کولر رو نزده بودی. سارا واقعا شرمنده. سلام.
بابا این کیفم تو جیبم بودا، نمیدونم. ولش کن، فدای سرت. واقعا نمیدونم اگه تو نبودی چه بلایی سر من میومد. همون بلایی که سر بقیه که کیفاشونو جیب بارا میزنن. خب نه، بلا متفاوته، درصدهای مختلف داره. اصلا این بلایی که سر تو اومده و گیر من افتادی. دیگه بی‌انصافی نکن. بریم تو پارک. میدونی سارا، هر چی فکر میکنم ببینم که باید یه تکونی به خودمون رو زندگی بدم. آفرین، منم همه حرفم همینه. با این تو که غریبه نیستی، با این دل دوزی و کیف قاپی سارا آدم به هیچ جا نمیرسه. آفرین، به جایی که نمیرسه هیچی، از همین جایی هم که از عقب میمونه. سارا فقط یه ما، فقط یه ما به من فرصت بدی یا همه کارا رو راست و ریس میکنم. تو تا آخر عمر من وقت داری. همین که به این نتیجه رسیدی بر من کافیه. اون با پدرت چی؟ اختیار من دست شوهرمه، نه بابا. اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری باشی سارا. سارا مرگ یه بار، شیونم یه بار. آفرین. آدم باید عادتای بدش یه بار بذاره کنار. حالا یه بارم که نه، خورد خورد، ولی یه جا یه بار برای همیشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا یکم میشینیم بعد میریم دیگه، گرمه. اسخر، منظورم زندگیمونه، که از بلا تکلیفی در میای. آها، خب خیالم از بابت تو ناراحت بود که الان راحت شد. فقط میمونه این دوست شاهین، یه رفیق داره که پولش از پارو بالا میره سارا. خب اگه فقط یه کارا برای آخرین بار یه کار انجام بدم. اسخر، خب چیه؟ تا الان فکر میکنم داری از ول کردن شاهین داره دستش حرف میزنی. من دیگه الان با اونا فرق دارم سارا، الان من تو رو دارم. سارا میخوام یه زندگی برات بسازم، یه زندگی برات بسازم که بابات هم بهمون حسودی کنه. همین الانش هم احساس میکنم همه دارن بهم حسودی میکنن. نه بابا، الان کسی اینجا نیست که پس من خیالم راحت بشه. اصغر، اینقدر بهت اطمینان دارم که مطمئنم موفق میشی. دیگه نگفتی آفرین. آفرین دیگه یکم کمتر بده. خب چرا؟ من میترسم خودم رو گم کنم پر روشم. صبحونه ای واسه درست کردم که انگشتاتم باش گاز بگیری. کیه؟ مثل این که از گشنگی زبون تو خوردی. مشغول شد. این خانم مهندس شما هنوز دستور نداده در رابطه با کار صحبت کنیم. چرا؟ اتفاقا دستورش تلفنی همین چند دقیقه پیش صادر شد. خب تو که بیمارستان بودی، خانم مهندس یه نفر رو چه میدونم که ادعاش از برج میلادم بالاتر میرفت آورد که گاف زنبوش رو قیچی کنه.
شنیدی چی گفتم؟ کجایی تو؟ حواست کجاست؟ اوورد گفت صندوقش خیلی چی کنم؟ یارو تو زرد عذاب در اومد، نتونست. نتیجه این که عتیق چیه فهمید یه نفر با گاف صندوقش ور رفته، اونم گاف صندوقش رو خالی کرد و هر چی که توش بود برد گذاشت خونش. حالا من از اون اولم گفته بودم ها که این کار فقط کار خودته. حالا خانم مهندس منتظره که عتیق چیه بره اون ور. اون ور؟ هر دو سه ماهی میره اروپا، چک کوچوناشو واسه جنسای تازش میزنه و برمیگرده. خانم مهندس مطمئنه که این دفعه رو داره برای گردنبنده میره. گردنبنده؟ کدوم گردنبند؟ اون که خانم مهندس گفت یارو به خاطر اون میخواد بره. ای بابا من پاک همه چیزو لو دادم به تو. خیلی خب عیبی نداره، بالاخره میفهمیدی خودت. منظورم اینه که به هر حال تو اولین کسی هستی که ببینیش دیگه، چون گاف صندوقو باز میکنی. آقا شاهین، جریان این گردنبنده چیه؟ این گردنبند عتیقه است، مال 4000 سال پیشه، تو شمال پیداش کردن. قیمت وزنی و به قول معروف آب کردنیش 2 میلیون بیشتر نیست، البته به تومن، اما به خاطر زیر خاکی بودنش بیشتر از 2 میلیون میارزه، البته به دلار. خانم مهندس هم میگه اگه این گردن بنده رو بزنه اونم عین من و تو کار خلافو میذاره کنار. آره این دفعه گردنبند و دفعه بعد ساقبند و دفعه بعد موچبند و بعد بازوبند و بعدم تحتش دستبند و پابند. آه بعد اون موقع همه با هم میبوسیم میزنیم کنار. حالا خب چرا که نه، نفوس بد نزن. چرا بایستادی؟ عکس گاف صندوق بایش نشون بده. چرا نمیشینی؟ من راحتم. روی مدلیش تا حالا کار کرده بودی؟ نه، تا حالا ندیده بودم. فکر میکنم قفلش ترکیبی باشه. یعنی میتونی بازش کنی؟ کار نشد نداره خانم. بعد برم تو اینترنت یه چرخی بزنم مدلشو پیدا کنم. ولی ما 10 روز بیشتر وقت نداریم. تو فکر میکنی تو این 10 روز بتونی بازش کنی؟ تو چرا نمیشینی؟ راحتم من. خب خانم شاید واقعا راحتن، چرا گیر دادی؟ خب درصد من چقدره؟ درصد؟ شما در مورد همه چی صحبت کردی غیر از درصد. من فکر میکردم در مورد دستمزد تو با هم کنار اومدیم، گفتی 1 میلیون، منم گفتم باشه، تازه خرج بیمارستانم مهمون من. آخه نمیشه، الان سوژه جا به جا شده، حتما باید قفل و بستش محکمتر شده باشه. خب بگو چقدر میخوای؟ 50. 50 میلیون؟ چرا حرف تو دهنش میذاری؟ خب راست میگه دیگه، من کی گفتم 50 میلیون تومان؟ 50% از کل گاف صندوق. من به شاهینم گفتم این آخرین کاریه که انجام میدم، میخوام یه چیزی گیرم میاد. بچه جون فکر نمی کنی این لقمه برای گلوت بزرگ باشه خفت کنه؟ اشتباه اومدی جانم، بفرمایید. فقط چون بهم لطف کردین و خرج بیمارستان رو دادین، منم بهتون یه لطفی میکنم و یه فرصت میدم که تجدید نظر کنید. اگر من پامو از این در بزنم بیرون درصدا جا به جا میشه. ببین بچه، هیچ فکر کردی یه زن تنها چطوری تونسته تا این بالا بیاد؟ منظورتون طبقه 13 خب با آسانسور، یه بار که برقا بره میفهمید. مزه نریز، برای که به تو و امثال تو باج نداده. شما میدونید چرا یه مرد متأهل باید تو زندگی اینجوری باشه؟ شاید این مرد متأهل لیاقتش همین بوده. نه خیلی، براتون توضیح میدم. به خاطر اینکه دلش برای یه سری آدما میسوخته، از جمله یه زن تنها، یه مرد بیکار و علاف آسمون جل. خیلی پارویی.
میخواستم امتحان کنم اینم بازی بسته است. گم شو! چی بهش گفتی شاهین؟ هیچی. شما که ملاحظه فرمودین من یک کلمه حرف نزدم. گندی رو که زدی باید خودت هم پاکش کنی. وگرنه هیکلتو گردن بند میکنم، از گردن خردترین گاو دنیا آویزون میکنم. گم شو از جلو چشم! شاهین نرو، دارم میرم پیداش کنم دیگه. چه یه حقه بهت زد؟ این لباسایی هم که تنمه میرم خونه عوض میکنم برات میفرست. مسخره بازی در نیار اصغر. آقا جون مگه اخراج نشدم؟ بابا هم به توافق نرسیدیم دیگه. شما 14 میلیون تومان از من میخوای؟ منم هر موقع داشتم بلک کن، دو دقیقه آرومت بگیره. اونم گرایی بردار پیشت باشه. آدم زبون نفهم، تو زبون آدمیزاد حالیت میشه یا نه؟ اصغر بگی بشین اینقدر بازارگرمی نکن. تو خودت خیلی خوب میدونی که این پروژه چقدر واسه ما مهمه. هم واسه ما سه نفر، هم واسه یه عده که سر این سفره نون میخورن. آقا من گرسنه‌ام نیست، ما را این سفره حذف کن. ای بابا اینقدر پرت و پلا نگو. پرت و پلا نمیگم شاهین جون، قضیه اینه که اگه من سر این سفره نباشم دیگه سفره ای در کار نیست. برو اونور. این یکی و حق با توه. خیلی خوب، پس حق اون بده. اصغر جون بگی دو دقیقه بتمر، گوش کن ببین من چی میگم. حق و حقوق جنابالی با من، اما یه شرط داره. اولین حقم اینه که کسی بنامه شرط نذاره. بله خب بابا دیگه ما رو به چیز خوردنمون ننداز، یکم منطقی باش. باشه باشه، من منطقیم. خب چقدر پول تو گاف صندوق هست؟ نمیدونم. نه من هیچکی نمیدونم، فقط 2 میلیارد تومان قیمت اون گردنبنده است شاهین. بابا دعوای تو خانم مهندس هم که سر پوست خرس نکشته است. اول شما این شکار رو بکوبین زمین، بعد سر دل جیگرش هم دیگر رو پاره پوره کنین. شاهین جون تو که منو میشناسی، خوشم نمیاد یکی برام شاخوشونه بکشه. خوبه من نمیادم، خودتو میرفتین. بریم. خب بابا حق با توه، من از همون اولش هم گفتم کار خودته، من طرف تو هم. نمیخواد تو طرف من باشی. فقط شاهین بهت بگم تا قبلش تکلیف من معلوم نشه من یه قدم بر نمیدارم. گفته باشم تکلیف بعدش با من. خوب روشن کن. به غیر از گردن بنده هر چی که توی گاف صندوق بود نصف نصف. خب اون که آره، ولی گردن بنده چی؟ ای بابا تو چرا سوزنت گیر کرده رو گردن بنده؟ اون گردن بند آب کردن شرطه. اصغر جون دست آدم خودش 2 میلیون دلار میارزه، دست من تو که ارزشی نداره. آقا غیر از گردن من تو اون گاف صندوق چیه؟ بابا تو که میدونی بگو. نمیدونم نمیدونم. اومدیم و هیچی توش نبود، میخوایم هوای گاف صندوق معامله کنیم با هم؟ امکان نداره. من بهت قول میدم حداقلش 50 میلیون نقد اون تو باشه. باشه آقا، اصلا یه جوری دیگه با هم معامله میکنیم. چه جوری مثلا؟ اینجوری، اون 14 میلیونی که بابت دست من دادین اون هیچ. خب فرضاً هیچ. غیر از گردن بند توی گاف صندوق هر چی بود شاهین، نصف نصف. خدا پدرتو بیامرزه، منم که از اول همینو گفتم که 200 میلیون هم روش میخوام. قبول. این آپارتمان هم روش، کلش اینجا اونجا، اینجا کلش همه جا. این یکی و دیگه شرمنده تا منم دیگه نیستم. هی
بچه جون اینجا اجاره است. خب بخرش برام. بخرش؟ اصلا مثل اینکه تو یادت رفته خودت هم شبا کجا میخوابی. این آپارتمان 1 میلیارد هم نمیدن. خب هیچ. یعنی چی هیچی؟ یعنی نیستی دیگه. آقا 200 میلیون به اضافه نصف اون گاف صندوق مال من، بقیهش مال شما اون خانم. اینجوری قبول؟ قبول. شاهین فردا این خانم بزنه زیرش من قاطی میکنم و گفته باشم. من قبل از اینکه شریک اون باشم رفیق تو هم. مردونه؟ مردونه. 200 میلیون رو کی میدی؟ بعد کار. قبل کار. برو دنبال کارت. نه بابا تو مثل اینکه راست راستی توبه کردی. این حرفات هم همش بهونه است. آقا میگم احتیاج دارم اون درو ببند. احتیاج به چی داری؟ تو تا تو عمرت 30,000 تومان پولو یه جا ندیدی. حالا یه هفته دیگه هم روش. اگه دب به درو بردی چی؟ اصغر تو خودت خوب میدونی که هیچکی تو این کار به بقیه نارو نمیزنه. حالا ما 1% احتمال میدیم شما اومدین رو دب به درو بردین. اون وقت من بعد چیکار کنم؟ تلفن بزن 110. اصغر جون اون گردن من عتیقه است. وقتی بره اون ور آب ارزش داره. من فکر نمی کنم که خانم مهندس واسه شندر غاز واسه 200 میلیون تومن تو از خیر 2 میلیارد تومن بگذره. بعدش هم بهت قول میدم با پولی که تو گاف صندوق هستا یه چیزی هم از سهم خودش روش بذاره، اول 200 میلیون تومن تو رو بده. آقا قبلش شندر غاز از اون شندر غاز 200 میلیون تومن بده من. بابا قبلش دیگه کدومه؟ ما 2 روز دیگه باید بریم سر وقت جنس. بابا نگفتم 200 میلیون که، یه 20 میلیون، یه 10 میلیون من بدم به این سارا باباش انقدر به من نپرن. فهمیدم بابا. راست میگن که دختر از گونده مونده ها گرفتن خرج داره. باش از خرجون. چشم. قهوه میخوری یا چایی؟ هیچ کدوم. برو یه بستنی بردار. دیدی گفتم وقتی بابا چشش به اون پولا بخوره یادش میره بپرس از کجا اومده. دیدی؟ حالا واقعا پیشقص گرفتی؟ آره. میدونم که دروغ نمیگی. ولی آخه این چه کاریه که پیشقصش 10 میلیون تومنه؟ ببین سارا، وقتی این کار تموم شه تمام سختیامون تموم میشه، به تمام آرزوهامون میرسیم. مطمئنم. هنوز هم خواب اون آدمه رو میبینی؟ هنوز هم صبح برای نماز بیدارت میکنه؟ آره، ولی سارا خواب نیست. مطمئنم که خواب نیستم. ببین همین که میام برگردم طرفش یه دفعه غیبش میزنه. خب شاید مشکلت اینه که یهو میچرخی طرفش. یعنی چی؟ یعنی که این بار که خوابشو دیدی؟ میگم خواب نیست. این بار که خوابشو دیدی، این بار که اومد خودتو بزن به خواب، یه طوری وانمود کن که اصلا خوابی. وقتی اومد طرفت خواست نوازشت بکنه یهو بپر دستشو بگیر، اون وقت هیچ کاری نمیتونه بکنه. میخوای این بار که اومد بهش بگم آقا آقا بزنم پشتش بگم اونجا نگاه کن برگش همچین بگیرم دستشو پشت ببندم. آره آره فکر خوبیه. سالا بستنی تو بخور. همش من ضایع کن. شایی، باز چی میخندی؟ به این میخندم که یارو هر روز کله سر میاد تو رو میدن.
مگه من نگفتم شماره اونو به کسی نده؟ خانممه. الو چی شده؟ اینجوری بهت نمیگم. باید اینجا باشی و ببینی. چی رو باید ببینم آخه؟ نه من الان خونم ولی دارم میرم بیرون. پس یا سر راد بیا اینجا یا من میام دنبالت. مگه نمیگی خونه ای؟ خب 10 دقیقه دیگه من میرسم پیشت. نه نه همونجا وایسا. باشه وایسا تو خیابون، من میام دنبالت. اصغر واسه ببین چی میگم. بابا یه کلمه میگفتی نمیام و تموم. خیر سرمون اومدیم ببرم یه فیزیوتراپی ها. اونو که بعدن هم میشه رفت شاهین. یه دقیقه اون سویچتو بده. عمرن سویچ ماشین دست تو یکی بدم. شاهین با ماشین برم نیم ساعته برمیگردم به فیزیوتراپی هم میرسم و خودم میرسونمت. آقا شاهین چرا خرابکاری میکنی؟ خانمم نمیدونه تو هم تو این کاری. ما رو با هم ببینه 2 قدم هم نمیتونیم برداریم. میرم سری میام یه دقیقه. آقا میرم میام. چرا گدوازی در میره؟ میام سری میام دیگه. خب حالا من چیکار کنم؟ خب برو بشین تو خونه تو من بیام دیگه. این چشه چرا روشن نمیشه؟ خود داره. خودش چنده؟ این چیه؟ کلید خونه است دیگه. شاهین تا بشینی یه فیلم نگاه کنی من سری برگشتم اومدم. کدش چنده؟ 12-13. 12-13. بعد بهش بگم تا روشن شه؟ نه 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 اونجا میزنی. 12-13. فقط روشن نشه. برو میام سری. باید تو سرت با این زنگ گرفتنه. پس چی شد؟ نه شاهین با این نمیرم. برم گیر میده به این میخواد تاوتوی قضیه رو در بیارم. خب بهتر سوارشو بریم فیزیوتراپی. یه 10-15 تومن داری؟ میلیون؟ نه بابا 10-15 تومن برای کرایه. اینجاست. چی به منم زدی؟ این ورق اضافی ها رو نمیخوام. اشکال نداری که 18 تومن. سلام سارا. سلام. چی شده؟ اینو ببین. ریه ها، کلیه ها و قلب این نانوای سنگکی به 5 نفر زندگی دوباره بخشید. جالبتر از همه آن که دست راست اونیست به فردی که در روز حادثه دستش را از آرنج از دست داده بود با موفقیت پیوند زده شد. عکسی را که مشاهده می‌کنید مغازه نانوایی او را در روز 40مش نشان می‌دهد. بر اساس وصیت این نانوا کلیه مخارج مراسم 7 و 40 او به پخت و خیرات نانسنگک اختصاص یافت و بدین ترتیب می‌خوای سر بریم پیش زن و بچه‌اش؟ مگه آدرسشو داری؟ کاری نداره، کافی آدرس مغازه‌شون رو پیدا کنی. آدرس مغازه‌شو می‌خوای کجا پیدا کنی؟ از همون که این عکسو گرفته. چجوری گرفتی؟ به راحتی. قضیه رو بهشون گفتم و خیلی زود به ما آدرس رو دادم. خودش همین کوچه است. گفتم پلاکش چند بود؟ 18. وایسه ببینم. ما الان داریم کجا میریم سارا؟ خونه نونواه. آخه میریم چی بگیم؟ بریم بگیم دستتون درد نکنه که دستتونو به ما دادی؟ یه وقت نگی تو همونی هستی که دستتو پیوند زدن و ناراحت میشن. برو خودت من نمیام. چی شد؟ دیدی؟ چی رو؟ دستم یهو کشیدتم پایین. اگه نمیخوای بیای خودم یه سر میرم و میام.
تکلیف همه چی رو معلوم کرده بود، بدون اینکه از من بپرسه یا به من چیزی بگه. تقریبا از وقتی که رفته روزی دو سه نفر میان در خونه و میگن خیری این کاری کرده، خیری اون کاری کرده. یعنی طلبکار میاد در خونه؟ نه خانم جون، خدا رو شکر این یکی رو برامون نذاشته. هر کی اومده خودشو یه جوری بدهکار خیری میدونسته، تنها یه طلبکار برام گذاشته که اونم باباشو ازم طلب میکنه. نمیدونم جواب این یکی رو چی بدم. بفرمایید، اینم هم همون طلبکاریه که میگفت. بله اتفاقا دم در دیدمش. سلام. سلام عمو. سلام. ماشاءالله مردیه واسه خودش. ببینمت، باز که لباستو خیس کردی. قربونت برم، برو لباستو عوض کن. بود. مخلصم. یه سری از کاراش عین بابای خدا بیامرزش. مثل همین کار. از راه که میرسه مش مش آب برمیداره میرزه پای گلدونا. ممنون، زحمت کشیدیم. انشالله تو شادی ها جبران کنم. این انگشتر عباس آقاست، همیشه دست راستش بود. چرا اینقدر دیر کردی تو؟ تو نمیخواد بیای تو، من خودم میام بیرون. کجات؟ یعنی چی کجا؟ آقا یه دقیقه نیم ساعتت اینه؟ موبایل تو چرا نبردی؟ آقا یه دقیقه بذار برم بالا برای توضیح میدم. همین جوریش هم خانم مهندس پوست از کله من میکنه. آقا جو من دل پیچه دارم، یه دقیقه باز که برم بالا؟ پس صبح طلب انزه کافی خودتو به سر من خلاص کردی؟ خیلی را بایستم راها بیافت. بابا من نیازی به فیزیوتراپی ندارم، سالمه. نگاه کن فیزیوتراپی کیلو چنده؟ باید بریم خدمت خانم مهندس. بابا شاهین من دستشویی دارم، خودت حالا تو این موقعیت قرار نگرفتی؟ آقا اون کلیدو بده، من سه سوت میرم بالا میارم. بده کلیدو. تو دفترم دستشویی هست. پلن ساختمونه. چی؟ پلن نقشه. آها نه آقا شاهین، مهندس نبودیم ولی دیدیم دست مردم. خیلی خوب گوش کن، این در اصلی ساختمونه که یه قفل معمولی داره، هر دوزی به راحتی میتونه اونو باز بکنه. برای تو که آب خوردنه، مهم این قسمتشه. وقتی وارد راه رو شدیم یه در دیگه است که یه قفلی داره، سیستمش طوری طراحی شده که اگه به سرعت نتونی بازش بکنی در قبلی قفل میشه، بعد ما این وسط زندانی میشیم. گوش میدی؟ دارم میبینم. فقط خانم مهندس الان این گاف صندوق کجاست؟ اونو من بهت نشون میدم. من فکر نمی کنم مشکل فقط قفل و کلید باشه، این سیستم های حفاظتی اینا باید داشته باشه دیگه. اونو دیگه بسپرش به من، همه چیز حله. شاهین هم که میاد دیگه. بله. فقط خانم مهندس گفته باشم باید با فاصله از من حرکت کنه، وگرنه تمرکزم به هم میریزه. بس دیگه با هم بحث نکنید. خیلی خوب با هم بحث نکنید. فقط یه چیز دیگه میمونه، از این به بعد حرف نباشه. شما دو تا اینجا میمونی که با دهن لقیاتون کارهای من رو خراب نکنید. وسایلم؟ وسایلت تو اون اتاق میزه. فقط تا ساعت 7 وقت داری، کمی کسی داری لیست کن بده به من. شرمنده، دستور خانم مهندس بود. آقا اگه منخم کار کنی باید کیو ببینیم؟ باید ضررش رو جفتمون میبینیم. اون وقت میخواد چه غلطی بکنه؟ حداقل اینه که دست راستت رو ازت میگیره. ما هم که بوغیم دیگه، دستمونو میگیریم جلوش، میگیم بفرما. بهت پیشنهاد میکنم هیچ وقت امتحانش نکن. حالا خب
سه ساعت بیشتر وقت نمونده. آخه کی هفته بعد از ظهر میره دزدی؟ خانم مهندس. بابا اون موقع اینجوری نبود. قدیما پنج صبح بیدار میشد، الان نمیشه. بهش اطمینان کن اصغر. من توی یه سال گذشته یاد گرفتم اعتماد کنم بهش. حتی اگر بگه الان ظهره و وسط کبیری لوت هستی، من بازم باور میکنم. اونقدر باور میکنم که ممکنه از تشنگی بمیرم. اون وقت با این همه اعتماد چی گیره تو میاد این وسط؟ ببین فرید، من هزار بار گفتم تا خودت نباشی من پامو تو اون خونه نمیذارم. ای بابا فرید، اینجوری میشه عصبانی میشم قطع میکنم ها. خیلی خوب میذاریم وقتی که اومدی حرفشو میزنی. فرید، نمیتونی با این حرفات مجابم کنی. ببین، من الان قرار ملاقات دارم. نه دیگه. نه، من چیزی نمیخوام. نه بابا، چیزی نمیخوام. وای خدا، خیلی خوب. باشه، کاری نداری؟ خداحافظ. من فقط همینو میدونم. کسی که به شوهرش وفا نکرد و سرش کلا گذاشته، اون وقت بیاد به تو وفا کنه؟ اولا شوهرش نیست، از هم جدا شدن. آقا رفته یه زن ایتالیایی گرفته، خانم مهندس هم فهمیده ازش جدا شده. دومندش دنبال وفاش نیستم. همین که پام برسه اونور آب، این آدامس جویده پرتش میکنم برای پیکارش. فهمیدی؟ ها؟ نه مامجان، امشب که دیگه فکر نمی کنم بتونم با تماس بگیرم. 7:45 میپرم میام. نه، فرنگیسی نو میگن که با منیجه جون 5 ساعت 6 ساعت تو فرودگاه مونده بود. ایشالله که تأخیر نداشته باشه. منم برای دیدنت بیتابم، قربونت برم. چی داری میخوری تو گوش من هی خرت خرت میکنی؟ چی؟ کرفس. خیلی میگم برای لاغری خوبه. میدونم که تو لاغری. اه پسندی، بایدم بپسنده. مامی جون قربونت برم، بذار منم بیام ببینمش. بذار اشتباهاتی که من تو زندگیم داشتم تو زندگی تو تکرار نشه. میدونم، میدونم عزیزم، میدونم. من فقط یه فرصت کوچولو میخوام، جبران میکنم. باشه باشه، من و تو با هم جبران میکنیم. ببین میدونم راضی نیستی، این روز همه جوره خواستی آدمم کنی، اما باور کن دست خودم نیست. نه اینکه دست خودم نباشه، چاره ای ندارم. ببین کار دیگه ای بلد نیستم، اما بهت قول میدم به جون سارا، به جون، به روح مادرم این آخریشه. دستت چرا میلرزه؟ گفتم که یه موقع یه کارهایی برای خودش میکنه. خب بهتره که امشب کاری واسه خودش نکنه، چون وقت مجبوره ازت جدا بشه.
چی کار داری میکنی تو؟ چطور اصلا جان؟ هیچ میبینی؟ هیچ کس باورم نمیکنه، هیچ کس باورت نمیکنه، اما مرد و مردونه بیا منو تو همدیگر باور کنیم. آقا یه امشب اونجوری باش که من میخوام، از فردا من اونجوری میشم که تو میخوای. میگم ما با این لباسامون اول میریم عروسی، شام میخوریم، بعد میریم دوزی. ریموت هم داریم؟ بپوشون، بپوشون اونا. کلیدای دیگه اینجا هم داریم؟ چرا که نه؟ گرفتیم ما رو؟ از خر جون مادرت گیر نده، یه سری از کلیدا رو داریم، اونه هم که نداریم تو باز میکنی دیگه. همین سیستم امنیتی اینجا طوری طراحی شده که یازده به بعد فعال میشه. منظورش اینه که اگه مگس از جلو در و پنجرش بگذره آژیرش به صدا در میاد. بیشتر فرصت نداریم، تایم بگیر، مشغول شو. چند ثانیه مونده؟ نکش نده، بیا خودت باز. زود باش، گیر افتادیم. چه اشتباهی کردم حرف تو رو گوش دادم؟ نمیتونه. این بابا اینجا چند تا درد داره؟ برو که برد نمیشه برم. خدا فکر کنم این عکس جواب همه سوالاتو بده. یه روزی تو این خونه زندگی جریان داشت، اما حالا همه چیز عتیقه شده. خوابه. بیا اینجاست، کارتو شروع کن. یک ساعت بیشتر وقت نداری. احتمالا کلیده این یکی هم ندارین دیگه. من تو این موقعیت اصلا حوصله شوخی های تو رو ندارم. شروع کن. بازم میخوای تنها باشی؟ اینجوری بهتر تمرکز میکنم. شما میتونی خانم مهندس باشین از دور نگاه کنی، ولی شاهین حتما بره بیرون. بره خونه شون، واسه همشو بهش میگه. بریم شاهین. بیا بیرون باشه. اونو
ولش کن، یه زحمت کوچیک برات دارم، باید قفل یه در رو باز کنی. پاشو. اینا رو همه رو حساب میکنم. عجله کن. در خدمت شماست. اینجوری که خیلی زایه است. نگران نباشی، نوار پیش خود ماست. اینم از این چیزاست که با خودمون می‌بریم. تو به کارت درستی نشه. من برای گفتم مراقب باشید. برو، داره از وقتت می‌گذره. شاید این فیلمش جا نمونه. اسخر جون، اینش به عهده ما. برو به کارت برس. برو کاف صندوق تو باز کن. الو سلام، مرکز فایت های صداده کنید 229 بفرمایید. الو مطمئن باش، صبر داشته باش. میگم حالا واقعا میخواد 200 میلیون تومان پول بدی دست این بچه؟ بعد از کار من خیلی راحت میتونم با کمتر از اینا راضیش کنم. خیلی ساده لوحی شاهی. البته ببخشید، کدوم آدم احمقی 200 میلیونی به زبونشو میده دست این پسره بی سر و پای دوست؟ من بهش قول دادم زندگیشو تامین کنم، ولی نگفتم که کجا. این آخرین سرقتشه، احتمالاً بقیه عمرشو باید گوشه زندون بگذرونه. گناه داره فریبا. گناه من دارم، حقشه. ما به راحتی میتونیم از مغازه گردنبند ورداریم. چرا من باید پاشم بیام اینجا؟ تازه تمام خاطرات زندگیم جلوی چشم رژه بره، بعد یادم بیفته که چطوری حق من و بچه‌م رو بالا کشیده. بریم. پس این یکی چی؟ این اون چیزی که باید بیفته دست پلیس همراه با اسقر آقای شما. بیا بریم. نقابت بفرمید. چی شده؟ از مرکز تماس گرفتن، ظاهراً از یکی از ویلاهای اطراف تماس مشکوک داشتن، دستور دادن چند تا مأمور به محل اعزام کنن. بفهم این دوتا هوایده آماده باشن، حرکت میکنیم. بله بابا. شاهکار کردی پسر، شاهکار. پسر تو شاهکاری. بدش به من. خودشه. تو بهترین فرسترین دوزی هستی که تو زندگی میدیدم. بله. این همون سنده یکی بهت میگفتم. خانم مهندس، میشه همین الان تصفیه حساب کنیم؟ ما وقتی تصفیه میکنیم که بخواییم از هم جدا شیم. مگه میخوایی همینجا بمونیم؟ خیلی خوب، اینا رو برسی چمیدون برداریم. گفت بعدن. خیلی خوب بابا، من همون 200 میلیون هم میخوام. شما
آنین شما چقدر پوله این تو 20 میلیون اون بر با نصف اینا زندگیمو زیر رو میکنه. شما این دست درد نکنه، تو هم خیلی زحمت کشیدی. باش همین که داری جمع میکنی خیلیه. بده من چه کار ببین دیگه نیستیم بادا. بده من در گفت صندوق بستی؟ بعد میبستم؟ خب اگه نبندی؟ تا نیم ساعت دیگه صدای ماشین بلند میشه، بپر. اگرم نبستی مهم نیست، چون بالاخره صدای ماشین بلند میشه. برای باز چی بستی؟ برای باز کنی؟ شاید بیمرف؟ شرمنده رفیق، من فقط یادم رفت بهت بگم اون نقاب از چهرت بر ندار. شاید خیلی میمرفه. کمپوت چه میخوای؟ من تو رو اندازه کف دارم دوست داشتم. تو برای من مثل یه توقی بودی. چه بیدا؟ منظور تو این نقاب؟ شرمنده شاهی اصغر جان اون کلیدو به من بده، من بهت قول میدم که ستایی با هم بریم. بده من شما ساکو بدین، من و کلید و ساکو شما و خانم مهندس پنجتایی با هم میریم. ساکو بهش بده. چی رو ساکو بهش بده؟ من این نامردو میشناسم، این بهت کلک میزنه. باشه ندی، با اینجا میمونم. بس کسی دواجی در همون اونجا گیر بیافتیم. آقا شاهین گوش بده این خانم مهندس چی میگه. بده من ساکو همون بده. خب حالا دیگه بده کلیدو بده. نگفتم ساکو بهش نده؟ این خونه رو من ساختم، تنها راه خروجش همینه. صدای ماشین منه؟ آره صدای ماشین تو. سویچو بهش دادی؟ از آن زده کد؟ کدش؟ کدش دوازه 13. خیلی درسته، خدایش اگه دست خودم بود انقدر فرز نبود. ایول استخدامی. دل خانه تصادف میکنی. افسار این اتلخان دست تو باشه، هر جا دوست داری برو، هر کاری دوست داری بکن، برو تو برو.
خسته نباش. جانسن از پاسگاه اطلاع دادن گفتن یک نفر همین الان خودشو معرفی کرده با یک کیف پر از دلار و سکه‌های تقلبی. باشه، برید سوار شید. ما همه فیلم ها رو نگاه کردیم. شما بودی با صدادت تماس گرفتی. آقا به پیر، به پیغمبر، من اصلا نمیدونم چه جوری شد. همش تقصیر این دست راست من بود. من متوجه نمیشم. خودت اون برگه بازجویی ها رو پر کن. حالا باید چیکار کنیم؟ بگو دیگه. حالا باید چیکار کنیم؟ بگو هر قدر. شاید تا الان خیلی آدم درستی نبودم، اما هیچ کس نیست که تو زندگیش اشتباهی نکرده باشه و بعد از فهمیدن اشتباهش به فکر جبران اون بر نیامده باشه. یه زمانی دست من کج بود، اما دیگه نیست، دیگه نیست. از وقتی باور کردم دست راست منم مثل همه اعضای بدن من امانتی هستن از طرف خدا و باید امانت دار باشم، تصمیم گرفتم گذشته‌هامو جبران کنم. اگه موافقت کردم توی سرقت منزل عتیقشی همراهی کنم، برای این بود که بتونم مانع دزدی بشم. قطعا خوب بودن کار آسونی نیست که آدم بتونه به تنهایی از پسش بر بیاد. من دست کمکم رو به سمت همه شما دراز میکنم، از همسرم گرفته تا شما مأمورین قانون و قاضی محترم و همه این آدم ها. برای خوب بودن و برای خوب موندن به کمک همه شما احتیاج دارم. یه دست صدا نداره. تو که فقط یه دستت این همه ما رو چرخوند و بیچوند و نشون سر جامون، خدا به دادمونی برسه که قلبت تو سینش میتپه. خیلی چاکریم عباس آقا.